خوب دقت بکنید. دانشمندان متوجه یک مسئله شدن. از روی کدوم آهنگ برای اولین بار این مسئله کشف شده ظاهرن؟ از روی آهنگ هتل کالیفرنیایی که گروه ایگلز میخونن. حاج آقا اینا بچه‌ها نمی‌شناسن هیچ کدوم اینها رو. اصلاً. برای اینکه حالا اگه یه جایی شنیدید این قسمت Such a Lowly Face رو تکرار می‌کنه. Such a Lowly Face اینو تکرار اون و اونا. شما که نشنیدین خیلی عجیب بود. تو یک بخشی از این آهنگ 1969 میگفت 1969 به طرز کاملا اتفاقی سال تأسیس سال چاپ انجیل شیطان توسط آنتوان لاوی در آمریکا بود. حرفای چرت و پرت هم میگفت، در هتل موی نانم باد از موهای تو میدوازد و فلان حرفای بی معنی میزد کنار هم دیگه. در مجموع چیز اتفاقی یه حرف عاشقانه بود اما چیز اتفاق نمیفته. تا اینکه نمیدونم خودشون لو دادن یا دانشمندا اینو برداشتن، حاج آقا این موسیقی ها رو برعکس کردن، سر و ته گوش دادن، یعنی نوار رو باز بکنی اینوری گوش کنی، یا با نرم افزارهای اسم این علم ریورسینگ، ریورس کردن موسیقی، موسیقی رو برعکس گوش دادن و متوجه یک اتفاق بسیار بسیار عجیب شدن. چه؟ و اون این که در دل این موسیقی ها در حالت برعکس یک پیام های پنهان. یعنی چی؟ موسیقی رو برعکس کنه اصلا اینجوری میکنه و چیزای میزنه نمیفهمی، یهویی میگن ای یه جمله مفهومی وسط ظاهر شد. بررسی کردن دیدن بله این سابلیمینال میسیجه، پیام ناخودآگاهه. یعنی این که ببین خودآگاه تو اثری داره، میتونی کنترل بکنی، اما ما ناخودآگاهمون متاسفانه فیلتر نداره. فقط کافیه شما وارد بدنتون بشه. یعنی نگاه کنید مثلا یه موسیقی گذاشتن، در دل این موسیقی یه نفر آروم داره یه حرف دیگه میزنه، به طور عادی اینو نمیشنوی، اما اگر دقت بهت بدن خوب گوش کن ببین اینجا کلمه رو گفت متوجه بشی، اون موقع تبدیل به خودآگاه شده ها، فیلتر میذاری. اما قبلش اینا داشته تو وارد بدنت میشده. چرا؟ چون داره میفهمی، چون الان میفهمی، وقتی کشف رمز میشه میفهمی، پس قبلش هم وارد بدنتون میشده. به میگن پیام های ناخودآگاه و دنیای رسانه به شدت دارن از این بهره میگیرن. Let's
شب خوب.